خب فرصتی داریم که یکی دیگه گزارش براتون پخش بکنیم. آدم اگه زحمت بکشه میتونه ماشین گرون قیمتی هم بخره، سوار بشه و نشون بده که حاشیه امنیت سرمایه گذاری تو ایران بالاست. اینهایی که گفتیم بخشایی از صحبتهای راننده یکی از گرون قیمت ترین خودرو تو ایران با مجید اکبری خبرنگار ماست که لطفاً ببین. برای خیلی ها رویایی و دست نیافتنیه، خودروهای شیک و لوکسی که نظر هر کسی رو به خودش جذب میکنه. یکی از همین خودروهای میلیاردی سوژه گزارش ما شد. اگه بتونیم باشه صحبتی بکنی خوبه. یه خونه صحبت چرا بازم قایسته؟ ما خسته نماشیم میشه من شغل از وقتون رو بگیرم؟ آره. اگه خواستم چند تا سوال بکنم از شما، از ماشینتون، از خودتون. اگه اذیت نمی‌کنید. نه سوالم سخت نیست اگه محبت کنید. آقا سلام. ببخشید آقا. دارن کارم داشتید، عجلم داشتید، ما وقتتون رو گرفت. خواهش می‌کنم در خدمت هستم. بفرمایید. ماشینتون چیه؟ مازراتی. مازراتی. قیمتش چنده؟ قیمتش دیگه نپرسیدی. هرچند که نگفت واقعاً اتومبیلش چقدر می‌ارزه، اما معتقده که گران‌ترین خودرو زیر پاشه. یه جوان 32 ساله ایرانی چطور می‌تونه یه ماشین مازراتی گرون قیمت داشته باشه؟ مگه جوانای دنیا میتونن؟ ما چیزی میگیم، ما هم یه جوان ایرانی میتونه داشته باشه. آدم اگر زحمت بکشه کار کنه میتونه یه ماشین مازراتی و حتی بهترش هم میتونه داشته باشه. سوالهای زیادی داشتم، اینکه کارش چیه؟ من کارم تخصصم عمران هست و کار طراحی و ساخت پروژه عمرانی هستش. تحصیلاتش چقدره؟ بنده دکترای عمران دارم. شما آقازاده نیستی؟ نه من آقازاده نیستم، من خانواده هستم که کاملا شخصی هستیم. پدرم کار آزاد میکنه، منم کار آزاد میکنم. ما مراقب هستیم که به کسی نزنیم و سعی میکنیم توی رانندگی کنیم، احتیاط کنیم، کسی هم به ما نزنه. دلیل اینکه ماشین آوردیم که ثابت کنیم که توی ایران حاشیه امنیت بالاست و هر سرمایه گذاری میتونه به هر شکلی با یه ماشین خوب لوکس توی این خیابونا بتونه استفاده کنه و برونه. سرعت این ماشین 320 است، 320 کیلومتر. از 0 تا 100 چند ثانیه میره؟ از 0 تا 100 3 ثانیه. ثانیه سرعتش به 100 میرسه، بعدش به 200 300. ما سعی میکنیم 120 بیشتر نه، حالا نمیدونیم، تست نمیکنیم که ببینیم به چه شکلی هستش. تست نکردید؟ نه هنوز تست نکردیم. ندارید که تست بکنیم؟ وقتم قصد نداریم که تستش بکنیم. البته گرانترین خودرو قرار ماشین عروس هم بشه. من نیتم بود که برای عید قدیر امسال به یه خانواده‌ای که از لحاظ مالی توانایی شاید برگزاری یک عروسی رو ندارن کمک کنم و این ماشین ماشین عروسشون بکنم برای شروع زندگیشون. داشتم فکر میکردم کارت سوختم به این ماشین تعلق میگیره یا نه. خیلی ممنونم ایرانیان و شب شما بخیر.